خب آقا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برای بچه گل و عزیز یوتیوب. آقا حالتون چطوره؟ چه خبرها؟ یه مدتی بود که در واقع ویدیو نمیذاشتم و دلیلش هم که واقعا این اواخر کوچولو سرمون شلوغه و درگیر برداشت محصول و کار کشاورزی و اینجور چیزا هستم و واقعا میگم خلاصه ببخش شرمنده. و واقعیتش هم مثلا توی مارکت هم خیلی مثلا خبر خاصی نبود، ولی جدیدا یه دونه کار اومده در واقع که دیسترک هم هستش، دیسترک جرشاب زیرو 21 کید. و الان قبل از هر چیزی میخوام در مورد این دیسترک کوچولو حرف بزنیم که در واقع اصلا چی شد که جرشا اومد به تونی دیسترک داد، چرا کلا میگم این قضايا رو میخوام در واقع اینجا پوشش بدم و بعد بریم در واقع دیسترک رو ریاکشن بریم و ببینیم اصلا چی جوریه. واقعیتش ماجرا همه چیز از یک استوری شروع شد. من اینا رو میخوام میگم، حالا سعی میکنم خلاصه بهتون بگم چون خیلی بلنده واقعا این درگیریه. همه چی میگم اونجا شروع شد که در واقع یک هواداری اومد از جرشا پرسید که نظرت در مورد اینکه زیرو 21 کید داره رپ فارسی رو جهانی میکنه چیه؟ جرشا اومد نوشت که با جنس چینی که از مارکت غربی تقلید کرده و از اونا هم پایین تره که رپ فارسی جهانی نمیشه. در ادامه زیرو 21 کید اومد در واقع واکنش نشون داد و در واقع جواب داد و گفتش که فرشا فشار بخور، من میدونم تو هم هدفت همین بود که 40 نفر رو جمع کردی یا چنین حرکتی بزنی، که در واقع اشاره به موزیک ویدیو خانوادگی دو داره، اونم قابل احترامه ولی با اسم من داره شناخته میشه. در آخرم گفت من دیگه تو حاشیه نیستم و دارم کارهای بزرگی میکنم. بعد در ادامه دوباره جرشا واقعا میگم چند تا استوری گذاشت همینجوری هی در واقع تیکه و این به اون اون به این، و در نهایت مثلا جرشا اومد گفتش که در واقع خطاب به زیرو 21 کید گفت دیست میکنم، اگه یه کلمه دیگه ازت بشنوم میرم پشت میکروفون کاری میکنم که بفهمیم دود از کنده بلند میشه، من با نسل 4 دریل مشکلی ندارم، از همون گادپوری و چرسی و غیره هم بپرسی بهت میگن، اون زمانی که هیچکی نمیشناختشون من بهشون پیام میدادم انرژی میدادم بهشون، ولی تو بی ادبی. و بالاخره هم که خب رفت پشت میکروفون و حالا این دیسترک رو داده و میگم حالا باید بریم ببینیم چی جوریه. لینک این دیسترک هم توی در واقع دیسکریپشن هست، اگه دوستشون میتونید برید کار از اونجا گوش بکنید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو اکشن، دمتون گرم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنید انرژی بدید، کانال دوم لینکش این پایین اونجا می سری بزنید، اکانت اسپاتیفای در سر اکانت اسپاتیفای مون هم بزنید، لینکش من دیسکریپشن هست. خیلی خیلی ممنون میشم لطف کنید، لطفا ویدیوها رو با وی پی ان های خیلی خوب، اونایی که در واقع تبلیغات واسهتون میاره که در واقع یه حمایتی هم از ما شده باشه. دمتون گرم، بریم سراغ این دیسترک ببینیم قضیهش چیه. اول وارسیت خوب کن بعد اینا این صدای سروش هیچکس بود. بچه من یادم رفت کردیتو بخونم، وای خاک تو سرم. بچه بذار اینا رو بخونم دیگه چیز نشه دیگه بعد زشت آخه خدایی. میوزیک پرودوسر SIBeat هستش، ساند انجینیر حسین موسوی هستش، آرت ورک آرتام همت هستش، پابلش منیجمنت آردای عزیز هستش و ویژوالایزر هم رضا هدایتی هستش. اینا رو هم خوندیم، ببخشید باید اول ویدیو میخوندم ولی دیگه ببخشید دیگه حالا دیگه یادم رفت، به خدا اعظم به خدا یادم رفت. بریم. این صدای هیچکس بود. سفت و یک یه زمان تتو بود رو تن سروش، ولی کن الان شده بازی چه یه بچه تو بلوغ. سفت و یک خب مثلا رو بدنش چیز تتو کرده دیگه سروش، حتی میگه حتی توی نمیدونم کدوم آهنگ بود تو کجا بودی اگه نمیدونی هنوز خالتوری پس، مثلا هنوز جاش هست اگه نمیدونی این چیزها رو هنوز خالتوری پس. و مثلا سفت و یک کمی چون زیرو 21 کیده دیگه، مثلا میگه یه زمانی این اسم سفت و یک زمانی مثلا ببین مثلا کی اینو مثلا به خودش تتو کرده بود، الان مثلا کی داره مثلا ازش در واقع حرف میزنه، کی ازش صحبت میکنه. ولی کن الان شده بازی چه یه بچه تو بلوغ 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 بلوغ، بقیه سکوت کردن که تو واسه خودت کردی ورود ورود ورود، زمان ما رپ چیز بود چاقی آره واسه بو بود بو بود بو بود بو بود بو بود بو بود، که در واقع فکر کنم همون استفاده اون تیکه کلامی هستش که تونی تو کاراش استفاده میکنه، بو بو صد بو بود بو بود بو بود بو بود، اونم مسخره میکنه. صدا استفاده کرد ما گل دنیا به زیر ناف، وقتی گل داغی بازی الان تیم ماست، میپزم رپ و میدم دست دیلران، باز بری تای صف که سرم و کنی زیر آب، پلوم کل هدف و مدیف نقطه نظر و کبود کل ورقه تا بود گنه قدم ما دیسترک خیلی حال نمیده آخه ستون، چقدر فست میخونی چیزی فهمیدی؟ خیلی سری بود شب همو گل دنیا به زیر ناف، وقتی گل داغی بازی الان تیم ماست، میپزم رپ و میدم دست دیلران، باز بری تای صف که سرم و کنی زیر آب، پلوم کل هدف و مدیف نقطه نظر و کبود کل ورقه تا بود گنه قدم ما قد سنه تو مارکت دارم پانچه کره، یه بچه با سال تولد سایز ممه رفتم رو غلچک تازه الان دیگه شدم حول نفر خوب، بالاخره مونه برنش انگوشه اونی که منو دست انداختش.
اینجا آف نبود. جرش تا اینجا واقعا چیز خاصی نه. چند دو دقیقه است. تونی معمولا نمیدونم چون دیدیلو میشناسه مثلا اینجا واقعا اینجا نگاه بکن آخه خدا وکیلی حس میکنم آف بود. منم پانچه کره یه بچه با سال تولد سایز ممه رفتم رو غلطک تازه الان دیگه شانم بوله نفر خوبه نفره مونه به رنشنگ و شمونی که منو دست انداختش اصلا کلا نگاه در اومده رو بید ضرب نبود. دادو بیت میخونه قرمز میکنه رنگش سری تو خود درس عبرتی مایه ننگ ملتی برنده مسابقه که کی کونی تر جوراب و مایه ننگ ملتی واقعا نیستم. من مثلا واقعا میام موقعی که مثلا ویدیوی پلاگد این ویت فیومز اومد مثلا من وقتی دیدم مثلا یه ایرانی رفته توی همچین صحنه ای واقعا توی همچین شاتی قرار داره واقعا من که مثلا حس افتخار بهم دست داد، حس غرور کردن که یه ایرانی رفته اونجا. حالا یه برنامه دیگه هم تو راه داره دیگه فایر این بوف اگه اشتباه نکنم اینشو واقعا نیستم. دیس کلا جالبی نبوده تا اینجا خدایی. مایه ننگ ملتی برنده مسابقه که کی کونی تره جوراب و درار بکشم گونی سرت کی تو بازیده فیکه تو پلت فان فارسی حرف بزن آیم بلک بورد مختینو دید گوزید بخورش تراش بعد گذاشت بیف تو دیش سنگر درخ قدیش. میدونی این ایرادی نقدی که به تونی میشه واقعا من دیدم هوادارا هم مینویسن که مثلا میای از زبان مثلا خارجی استفاده میکنی تو کارات به اون تیکه میندازم ولی مثلا تونی خیلی باحال در واقع استفاده میکنه. مختینو دید گوزید بخورش تراش بعد گذاشت بیف تو دیش سنگر درخ قدیش شدی اسکینی داشت بعد این موزیک کم میشی الدی نیاز جهانیش کردی هم بده فاکتور جای جوراب رو سرت بکش کاندوم میزنم املت بدن کتلت بیا اینا پلو دیریل این آب خوردم بود پو. این یه چیز به ویدیوی بود توی اینستاگرام درست کرده بودن حالت فام بود یعنی میزنم املت تو بزن کتلت اومد اونو مسخره کرد املت بکش کاندوم میزنم املت بدن کتلت بیا اینا پلو دیریل این آب خوردم بود پو. ساموی اولیش بود الان تو صفن چهل تا کیر کلوف که کنم بس سری زود بس اصالت نب آیدی چیز داره اشاره میکنه دیسترک مرحبا بود اگه اشتباه نکنم دیگه اولین دیسترک اونجا بود بعد یه دیسترک دیگه داد یه دونم نه 2017 به این نبود 2017 نمیشه گفت با این بود مثلا دوتا دیسترک داد در واقع داره اشاره اون میکنه که مثلا اون در واقع اول نمودت حالا بقیه 40 تا 40 نفر دیگه قراره یعنی دیس بدن رکورد دیس شدن رو فکر کنم قراره به خودت در واقع اختصاص بدی زیر تونی وان کیت این آب خوردم بود پو ساموی اولیش بود الان تو صفن 40 تا کیر کلوف که کنم بس سری زود بس اصالت نویو داشتم وگرنه بیشتر این کاورش رو میبینی نامون تر رای کاور مغزش چقدر مریض بوده ویو ساسی وانکن پدر رب دباشه میاره پدر دیریل زبون در تو خودت بچه ای بچه یه باره دیگه باری چی شد بس اصالت نویو داشتم وگرنه بیشتر ویو ساسی وانکن پدر رب دباشه میاره پدر دیریل زبون در تو خودت بچه ای بچه هاتم کف همون پخشن اقا بالای پرشم که میدونم بی فاد کار ماه کار ببین آخه این یعنی چی بگم آخه این تقریبا نسل 4 هم در واقع داره شامل میشه دیگه بچه‌ها مثلا چون آخه تونی فکر کنم توی آهنگی بود اومد گفتش که بچه‌هام هم جدیدن زیاد شدن تو دوریل انگار هاجیت میکنه فتوسنتز نمیدونم شاید مثلا داره به اون تیکه میندازه بس اصالت نویو داشتم وگرنه بیشتر ویو ساسی وانکن پدر رب دباشه میاره پدر دیریل زبون در تو خودت بچه ای بچه هاتم کف همون پخشن اقا بالای پرشم که میدونم بی فاد کار ماه کارای بعدم پتو نمیخواد کاغذ و پر سکسش کنی تایش کف دست تو پر اسپرم کنی خلاص خ... این جامپ باحال بود اون وسطشو نبودم اون وسط هم اومد چند تا جامپ بزنه بزنم خارج شد به کارهای بدم پتو نمیخواد کاغذ و پر سکسش کنی تایش کف دست تو پر اسپرم کنی خلاص خاطراتش تو ایران درد داشتش ای. نکنه ابروهاشم اون با چاقو برداشتش خلاصه بچه خالی خیلی وقتیه که کنار بشمینه ولی یک بچه ترگل برگلی دیدم گفتم که بچه خوری رو دوباره شروع کنم و از اونجایی که میدونین چون میخوام جمعیت انگلیس بالانس بمونه و ملکه انگلیس تازه فوت کرده گفتم یک نطفه همین الان در انگلیس بکارم ایشالا 9 ماه بعد به بار میاد. نه خدای جرشو با این دیسترگ ها نطفه که سهله لعنتی چی بود این آقه این بچه خدایی چیز خاصی نداشت مثلا اونجوری که مثلا خودش تعریف کرده بود قرار نمیدونم پس تو بزنم از اینجور حرفا نمیدونم فکر نمی کنم زیر تونی وان کیت به این دیسترگ جواب بده البته نمیشه گفت معلوم نیست شاید هم داد دوباره شروع کنم و از اونجایی که میدونین چون میخوام جمعیت انگلیس بالانس بمونه و ملکه باش نمیدادیم گفتم یک نکته همین الان در انگلیس بکارم ایشالا 9 ماه بعد به بار میاد
خب آقا این هم ویدیو ریاکشن می دیسترک جرشاب زیر 21 کیت که من میگم واقعا چیزی به نظرم خاصی نداشت حالا، ولی میگم حتما شما هم نظرتون رو بنویسید تو کامنت ها و دمتون هم گرم تو اینجای ویدیو با ما بودی. انشالله که از ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه تازه با کانالشون لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم، عشقین 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 عشق. تا یه ویدیو ریاکشن قسمت دیگه، فعلا خدافظ.